اشغالیان جزه ی گروه های آریایی بودند که به ایران مهاجرت کردند و در شهر ایران ساکن شدند. آنها مردمی جنجو از قبیله پرنه بودند که در حدود 500 سال یعنی 500 امپراتوری مختدری را در فلات ایران اداره کردند. این قبایل در ابتدا به صورت چادر در اطراف رود جیهون تا کرانه های دریای خزر و دریاچه آرال میزیستند. پرنه ها در حدود 250 پیش از میلاد به سرپرستی به منطقه پارس نفوذ کردند و در آنجا اقتدار یافتند. قوم پارچ از اقوام آریایی بودند، در تیراندازی و سوارکاری شهرت زیادی داشتند. آنها هنگام حمله اسکندر در کنار هخامنشیان جنگیدند. بعد از سقوط هخامنشیان، علم روی پارت نیز به تصرف اسکندر درآمد و یکی از پارت به نام آمیناسپ از سوی اسکندر به فرمان تعیین شد غیره وقتی سلوکی ها در گیر جنگ خانگی شدند. پمی ها نیز دیگر شهرها از زیر سلطه سلوکیان بیرون آمدند و تحت فرماندهی عرش دولت کوچکی را تشکیل دادند. آرش در سال 247 پیش از میلاد در شهر نسا تاج بزرگی کرد و این تاریخ به عنوان مبدع تاریخ اشکانیان در تقویم آنها قرار گرفت. آرش هیرکانیه و کومیسین را تصرف کرد و با قلم رو اشکانیان افزود و سلوکی ها را که گرفتار تصرفات قربی خود بودند. از منطقه شهر بیرون کرد و حکومت بزرگ را بنیان گذاشت. بعد از قطع عرش برادرش چیردا در 217 پیش از میلاد به تخت سلطنت اشکانیان نشست. بعد از او ارد اول و فرهاده اول و فرهاد اول اشکانی به ترتیب به سلسلت رسیدند و بر امپراتوری افزودند نه این دوره ها به جز اندکی افزایش غنم رو اتفاق قابل ذکری رخ نداد غیر مهرداد اول اشکانی از پادشاهان مختدر این سلسله است او در فاصله سالهای 139 تا 171 پیش از میلاد حکومت میکرد مهداد اول با درایت و حسن تدبیر ایران را به یکی از امپراتوری های بزرگ جهان تبدیل کرد. از اقدامات مهم مهداد اول تصرف باختر، ماد، علیمایی، خراسان، پارس و بابل بود. همچنین دم دوم فرمان روای سلوکی را شکست داد و دست سلوکیان را از ایران کوتاه کرد. بعد از درگذشته مهداد پسرش فرهاد دوم به پادشاهی رسید و از سال 128 تا 139 پیش از میلاد حکومت کرد در دوره فرمان ببایی او بار دیگر سلوکیان به ده فرماندهی آنتی و هفتم تلاش کردند تا استیرای خود را بر قلمبای اشکالیان تجدید کند. اما با شکست سختی که در بلون نهرین به آنها وارد شد، آنتی به قطر رسید و نفوذ سلوکیان برای همیشه بر ایران برچیده شد. فرحال به دست موضوعانی که از سکوها برای سپاه خود آورده بود. خوشت شد. گزارش های دیگر علت مرگ فرخود دوم را خیانت سربازان موزور یونانی میدانند که به خدمت بود درآمده آمده بودند بعد از فرخود دوم امویش به نام اردبان اول جانشین او شد و بود در جنگ با سکاها مجروح و کشته شد بعد از اردبان اول پسرش مهرداد دوم که از سال 87 تا 124 پیش از میلاد حکومت کرد به سلطنت رسید. او سکه ها را شکست داد و سرزمین های شهر را به اطاعت خود درآورد و نفوذ خود را بر ارمنستان و آسیای صغیر گسترش داد و با روم روابط سیاسی برقرار کرد. دوره فرمان این پادشاه دوران انسجام سیاسی، مجد و عظمت ایران زمین بود. تاریخ اشکانیان بعد از مهرداد دوم با ابهام روبرو است و اسناد و مدارک مربوط به این دوره بسیار کم هستند به نظر میرسد چندین پادشاه به حکومت رسیدند و سپس نوبت به فرهاد سوم رسیده است در دوره فرهاد سوم میان ایران و ارمنستان درگیری های ایجاد شد که در متجه آنها رومی ها به میانجیگری و سوء استفاده از موقعیت ایران پرباختند بعد از مهرداد دوم برادرش مهرداد سوم به حکومت رسید اما خیلی زود برکنار و کشته شد و جای او را برادرش اورد گرفت از حوادث مهم دوره پادشاهی اورد میتوان به جنگ هران اشاره کرد. در اینجا این جنگ سرداران رومید فرماندهی کراسوس از طریق بین النهر به ایران حمله کردند و با شدت های سورنا سردار اشکالی مواجه شدند و شکست خوردند. کراسوس به قصر رسید و سوریه، فینریه و آسیای صغیر به زیر نفوذ ایران درد. بعد از آن پاکر شاه شد و با سپاهی بزرگ وارد سوریه شد و آن را به تصرف خود درآورد. اما خیلی زود در جنگ کشته شد و سپاه بو عقب کرد. فرهاد چهارم یکی از شغال مشهور اشکانی بود که از سال شهل پیش از میلاد تا سال سوم بعد از میلاد بر سلطنت اشکالیان نشست. در آغاز حکومت برادران و گروهی از سران کشور خود را به قتل رساند تا بعد از آن کسی مدعی سلطنت نباشد. مارک تووان سردار روم تگه حمله به ایران شکست خورد. فرهاد چهارم به وسیله زن خود مسموم شد و به قطع رسید. بعد از آن پسرش فرهاد پنجم شاه شد. رومی ها در دوره این پادشاه به توسعه نفوذ سیاسی خود در ارمنستان پرداختند. فرهاد پنجم به دلیل نارضایتی بزرگان اشکانی از سلطنت برکنار و کوشه شد و ارد سوم شاه شد. مدت زیادی حکومت نکرد و به دلیل بدرفتاری با مردم کشته شد. غیر امتبان دوم فرمان روی آتسو پوتون را به جای او به حکومت منصوب کرد. او پسر خود به این را فرمان ربای بگی کرد و این بحوله ای شد تا رومی ها علیه او دست به اقدام بزنند و ارمنستان را به جدایی از ایران تحریک کنند. به دلیل بیکفایتی اربابان دوم آشفتگی در کشور بالا گرفت و سران مملکت شورش کردند. به این ترتیب تیرداد بنادرزادی فرهاد چهارم با پشتیبانی رومی ها به تیسپون رفت و در سال سیر شش میلادی در آنجا تاج گذاری کرد. بعد از این دوره حدود هفت پادشاه اشکانی به طور در به پادشاهی رسیدند اما در فاصله کمی جای خود را به دیگری میدادند تا اینکه نوبت به بلاش اول رسید و از سال 76 تا و و میلادی حکومت کرد از مهمترین اتفاقات دوره پادشاهی بلاش گردآوری و تدوین اوستا بود بعد از درگذشته بلاش اول پاکر دوم فرمان روا شد در این زمان به دلیل درگیری های شاهزادگان اشکانی و سر جانشینی امپراتوری اشکالی رو به تضعیف رفت در این دوره جنگ های ایران و به قدرت رسیدن کوشانیان تسلط بر جاده ابریشم و اختلافات داخلی سبب ضعف و انحطاط اشکالیان شد با روی کار بلاش چهارم که از 193 تا 147 میلادی حکومت میکرد جنگهای ایران مرحوم دوباره پای گرفت سپاه اشکانی ابتدا پیروز شد و سپس شکست خورد و مجبور شد ارمنستان و سوریه را تخلیه کند پس از مرگ بلاش چهارم امپراتوری او بین دو تن از پسرانش تقسیم شد غیر آخرین شاه اشکانی هر پنجون پنجم بود که توانست بر بومیان غلبه کند و با آنها پیمان صلح ببندد اما در جنگ با اردشیر اول ساسانی بنیان گذار سلسله ساسانیان شکست خورد و پایتخت اشکانی را به اردشیر بابکان سپرد اشکانیان در حدود 470 سال حکومت کردند و ایران در دوره حاکمیت آنها به افتدار سیاسی و اقتصادی دست یافت غیره